و شما هم میهنان خوب و نازنینم در سرتاسر جهان، من پروین زمانی هستم، کارم همسریابی هست برای ایرانیان مجرد و تنها. این کار رو در سال 2007 آغاز کردم، 8 سال گذشته تقریبا، و شماره زیادی ایرانیان رو در اقصا نقاط جهان به هم معرفی کردم با هدف ازدواج. همون گونه که از نام این سرویس پیداست، همسر جون، اینجا همسریابی هست، دوستیابی نیست، همسریابی یه رابطه بلند مدت، همون ازدواج و همسریابی که همیشه بوده. دختر و پسر، مرد و زن، پیر و جوان به مؤسسه همسرجون میان برای آشنا شدن با عشق و همسفر زندگیشون، همسر زندگیشون. و شمار زیادی ایرانیان رو به هم معرفی کردم در این مدتی که گذشته. تعدادیشون ازدواج کردن، تعدادیشون ازدواج کردن و بچه دار شدن، تعدادیشون در آستانه آشنایی هستن و خب شمارشون هم هستن، در آرشیو من هستن، منتظر هستن که شما بیاین به مؤسسه همسرجون بپیوندین برای آشنا شدن با این افراد ناب و شایسته. کسانی که به مؤسسه همسرجون میان همه افرادی هستن که با صداقت هستن، تحصیلاتی دارن، کار و درآمد دارن و شرایط مناسبی دارن، صرفا به خاطر تامین مالی نیومدن اینجا، اومدن که در حقیقت با عشق و همسفر زندگیشون آشنا بشن، کسی که مانند اوناست، کسی که مثل اونا فکر میکنه، کسی که در حقیقت شرایطش با اونا هماهنگی زیادی داره. فلسفه مؤسسه همسرجون اینه که شما رو با فردی آشنا کنه که شبیه و مانند شماست. هرچی شباهت بیشتر باشه، همانندی بالاتر باشه، احتمال اینکه در زندگی زناشوییتون موفق تر باشین بالاتره. خب هدف مؤسسه همسرجون اینه که ازدواجهای موفق انجام بگیره و ما میشنویم که در ایران ازدواجها کم شده، طلاق آمارش رفته بالا و من بسیار متاسفم از این موضوع. امیدوارم که در حقیقت این ورق برگرده. مؤسسه همسرجون یکی از اون مؤسساتی هست که هدفش اینه که به گسترش ازدواج‌های موفق کمک کنه. در چارچوب یک ازدواج موفق و به ویژه که ازدواج اولتون هست، میتونین فرزندانی به دنیا بیارین که در اون فضای مناسب فرزندان در حقیقت موفق، سالم و خوشبختی تحویل جامعه بدین. من دوست دارم که ایران پیشرفت جمعیت داشته باشه، امیدوارم که ایران بتونه به 150 میلیون برسه، میتونن، اما لازمش اینه که ازدواج صورت بگیره و آدم‌ها در حقیقت ایرانیان داشتن فرزند رو یک ارزش بدونن. من تجربه میکنم که امروز روز به سبب فشارهای مالی و به سبب دلایل دیگه در ایران خب ازدواج‌ها کم شده. یکی از اون دلایلش هم بی‌بندوباری‌های جنسی هست که باب شده متاسفانه و چقدر افسوس می‌خورم که انسان‌ها اون شب‌های دراز پرمعنا و زیبا رو به یک رابطه‌های کوتاه و در حقیقت پوشالی می‌فروشن. اینجا همسریابی هست و داشتن اون رابطه های بلند مدت، رابطه هایی که عشق درش هست، اطمینان هست، تفاهم هست، دوستی هست، رفاقت هست، اینا رو شما نمیتونین در چارچوب اون ازدواج های کوتاه مدت و حالا اسمش هم نمیخوام بیارم، در چارچوب اونا انجام شدنی نیست. همچنین شما نمیتونین در چارچوب اون ازدواج های موقت و اون رابطه های پوشالی فرزند به دنیا بیارین. در همه جهان، در تمام دنیا باب هست که
زمانی شما بچه دار میشین که در یک کانون گرم خانواده هستین و در حقیقت این کانون گرم خانواده که عشق درش هست، اطمینان درش هست، هماهنگی هست، همانندی هست، فضای خوبی است برای بچه دار شدن. خب اگر که شما چه ازدواج اولتونه، چه ازدواج کردین، طلاق گرفتین، حالا میخواین دوباره ازدواج کنین، در صورت تنها هستین، به مؤسسه همسرجون بیاین. اگر شما کسی هستین که دارین این برنامه رو میبینین، فرزندتون ازدواج نکرده، فامیلتون دنبال یه فرد مناسب میگرده، دوست آشناتون، بهشون بگین که به مؤسسه همسرجون بیان و قرار نیستش که ما تنها بشینیم در زندگیمون، قرار نیست ما تنها باشیم. چقدر خوبه که در زندگی همه انسان‌ها عشق باشه و یک شریک زندگی باشه، یه همپا و پا باشه. و باور من اینه که با عشق میتونیم ما کوه رو بلند کنیم. خب به مؤسسه همسرجون بیاین، آدرس وبسایت رو یادداشت کنین، شماره تلفن‌های ما هم رو صفحه هست، یادداشت کنین. شماره تلفن ایران با من میتونین هم از طریق تلفنم در آمریکا 818-450-6744 و هم از طریق وایبر مرتبط باشین. هر جایی که باشین، حالا به هر روی وایبر این روزا رایگان هست، حالا مادامی که رایگان هست ازش استفاده میکنیم تا بعدا ببینیم چه کار میخوان باهاش بکنن. به هر روی من برخی از مصاحبه هامو، اساس شناخت من با شما یه مصاحبه گسترده تلفنی هست، زمانی که ثبت نامتون انجام میدین و اون سرویسی رو که میخواین انتخاب میکنین، 6 ماه عضویت، 1 سال عضویت، سرویس ویژه میخواین، یعنی خودتون یه شرایط ویژه‌ای دارین یا دنبال یه مورد ویژه میگردین، یا اینکه هدفتون ازدواج و مهاجرت هست، میرین اونجا در حقیقت ثبت نامتون انجام میدین بر اساس اینکه چه سرویسی از من میخواین، ثبت نامتون و هزینه‌تون رو پرداخت میکنین. همچنین من مشاوره هم میدم، اگر که رابطتون خدای نکرده دچار مسئله شده، میتونین بیاین با 2 ساعت مشاوره مسئلتون رو حل کنین و راه زندگیتون براتون روشن میشه و با آسوده دلی از اون 2 ساعت مصاحبه از پیش من میرین. البته این مصاحبه تلفنی هست و حضوری نیست، من این سرویس رو از طریق اینترنت و تلفن اداره میکنم و در حقیقت ما در سر تا سر جهان متقاضی و درخواست کننده داریم، از آمریکا گرفته تا کانادا تا استرالیا تا همه کشورهای اروپایی تا همه کشورهای همسایه ایران و فیلیپین، ژاپن، مالزی، اندونزی، هندوستان، آفریقای جنوبی، برزیل، همه اینجاها، ایران عزیزمون، در تمام شهرهای بزرگ و کوچک ایران، همه میان به مؤسسه همسرجون برای آشنا شدن با عشق و همسر و همسفر زندگیشون. وقتی که شما ثبت نامتون رو انجام میدین، باهاتون یک مصاحبه گسترده تلفنی میگذارم برای شناخت با شما. این مصاحبه مهمه چون من باید بدونم شما کی هستین، چی هستین، چه چیزایی تو زندگیتون پیش اومده، کجا دارین میرین، چه خواسته هایی دارین نسبت به طرف مقابل. آنگاه میگردم در آرشیوم، در آرشیوم که هزاران ایرانی هستن، براتون بهترین مورد رو انتخاب میکنم و با شما در میون میگذارم، به شما معرفی میکنم و به امید خدا میرین دنبال زندگیتون. خب بگذارین یه کوتاه شرایط عضویت رو در این مؤسسه بگم. همه شرایط نامنویسی رو در سایت همسرجون عنوان کردم، 10 تا شرط گذاشتم و این شرایط شرایطی است که بیشتر شماها اونا رو دارین. خب اولین شرط اینه که صداقت کامل داشته باشین، این بهتر هست، بهتر میتونم بهتون کمک کنم. دیگه اینکه بالای 25 سال داشته باشین، برای دختران بالای 23 سال، برای پسران و مردان بالای 25 سال، سن مناسب ازدواج بین 25 تا 35 است. بنابراین نباید که بگذاریم ازدواجمون به عقب بیفته به دلایلی که در حقیقت شاید اونقدرم ارزش نداشته باشه، حتی تحصیلات در مقطع دکترا. به هر روی این بالای 25 سال برای آقایون دیگه تامین مالی باشین، یه تحصیلاتی داشته باشین، اونجا گفتم میزانش رو گذاشتم کاردان، ایمیل داشته باشین، دسترسی به اینترنت داشته باشین، به برابری حقوق زن و مرد باور داشته باشین. یه موضوعی که برای من شخصا خیلی مهمه اینه که شما کسی باشین که شرافت انسانی دارین، با معرفت هستین و رفتار انسانی با حیوانات دارین، رفتار خوبی با اونا دارین، کسی هستین که شفقت انسانی دارین، کسی هستین که محیط زیست رو مقدس میدونین، اون رو آلوده نمی کنین،
یعنی کسی که محیط زیست رو آلوده میکنه در حقیقت به باور من ضد خداست. حالا مثل شاید این یه خورده تند باشه، ولی اینقدر بده که همه کسانی که محیط زیست رو آلوده میکنن برای خودشون به خودشون ضرر و آسیب میزنن. و دیگه اینکه دوست دارم شما فردی باشین که به برابری حقوق زن و مرد باور دارین، دیگه اعتیاد ندارین حتی به سیگار. خب کسی که در حقیقت مشروب میخوره، سیگار میکشه، به باور من شاید برای خودش، برای سلامت خودش زیاد ارزش نمیگذاره. بنابراین چه بسا که این شخص، چطور این شخص میتونه یک کسی دیگر رو واقعا دوست داشته باشه اگه خودش رو دوست نداره؟ به خودش آسیب میزنه. و در حقیقت سیگار کشیدن نه تنها آدم به خودش آسیب میزنه، هوارم برای دیگران آلوده میکنه. خب این شرایط عضویت بود. هزینه سرویسم گفتم که بر اساس سرویسی که میخواین همه رو اونجا توضیح دادم. پس راه ثبت نام از طریق سایت هست. چقدر خوبه که عزیزان من شما با مطالبی که در سایت نوشتم آشنا باشین، با این سرویس آشنا باشین. چقدر خوبه که ما دانسته و آگاه وارد یک انتخابی رو انجام بدیم. منم دوست دارم شما دانسته و آگاه به مؤسسه همسرجون بیاین و درباره این سرویس بدونین تا من بهتر بتونم کمکتون کنم و در حقیقت مسئله‌ای پیش نیاد. خب در این برنامه میخوام براتون بگم که چیکار بکنیم که مجرد نمونیم. الان خیلی متاسفانه بسیاری از افراد رو میبینیم، من همین دوروبر خودم رو نگاه میکنم، تو فامیلمون نگاه میکنم، دوروبر هرچی نگاه میکنم، چقدر آدم های تنها زیاد شدن. خب حالا چیکار بکنیم که مجرد نمونیم؟ راه چاره چیه؟ خب من چند تا نکته رو اینجا براتون عنوان میکنم که چیکار میتونیم بکنیم که از مجردی در بیاین و در حقیقت یه فرد ناب و شایسته تو زندگیتون بیاد. من نمیدونم چرا بوخ میزنه. خب حالا در هر صورت یه مسئله بود با دوربین که منو یه خورده برد از موضوع بیرون، مسئله نیست. خب حالا باید چیکار بکنین که مجرد نمونین؟ البته اولین کاری که میتونیم بکنیم که به مؤسسه همسرجون بیاد، این مهمترینشه به باور من. اما از این که بگذریم، از این شوخی که بگذریم، من واقعا دوست دارم که آدما مجرد نباشن و در یک رابطه باشن. ما در بطن وجودمون انسان‌ها ساخته شدیم که با جنس مخالف باشیم. ما به دنیا نیومدیم که تنها باشیم و همه پژوهش‌های علمی نشان میدن که زمانی که ما در یک رابطه هستیم و یک همپا داریم، شریک زندگی داریم، حالمون بهتره، احساس خوشبختی بیشتری میکنیم، کمتر مریض میشیم، اگه مریض بشیم زودتر خوب میشیم. یعنی در هر صورت داشتن یک شریک زندگی ارزش بسیار افزوده در زندگی ماست. پس بگذاریم از این که اولین کاری که میکنیم به مؤسسه همسرجون بیاین تا از تنهایی در بیاین، اما از اون که بگذاریم، اول از همه به شما پیشنهاد میکنم که معیارهای ازدواجتون رو یا معیارهای انتخابتون رو بازنگری بکنین و درست انتخاب کنین. من همیشه میگم معیارهای هالیوودی و خالیوودی رو بگذارین کنار. اون معیارها برای ازدواج و برای در حقیقت داشتن یک همسفر و عشق و همسر زندگی، اون معیارها معیارهای درستی نیستن بیشتر اوقات. یعنی معیارهای که زیاد روی مادیات تمرکز میکنه، روی چیزایی که در حقیقت مسائل سطحی و ارزشهای بیارزش، چیزی هست که من نامشو گذاشتم. دیگه اینکه از شما بانوان و دختران، چقدر خوبه که شما انتظارات مالیتون رو از اون مرد بیارین پایین و در حقیقت خودتون اون خودباوری رو داشته باشین و اینکه خودتون میتونین خودتون رو تامین کنین. و حالا این یک. دوم اینکه انتظار نداشته باشین حالا اون باید خونه آنچنانی داشته باشه وقتی میاد میخواد وارد زندگی شما بشه، یا باید درآمدش نمیدونم اینقدر باشه. من خانومی رو اینجا تو لس آنجلس معرفی کردم به یه آقایی، بیوگرافی رو فرستادم. این خانوم درآمدش 90,000 دلار بود، اون آقام درآمدش 120,000 دلار بود. جالبه که این خانوم برای من نوشت من نمیخوام با این آقا آشنا بشم چون درآمدش کافی نیست.
حالا جالب اینه که این خانم اینجا دنیا اومده، بیشتر عمرش آمریکا بوده، ولی نگاهش رو ببینین به این مسئله، به نظر من ایراد داره این نگاه. و میگفتش که حالا من زمانی که بخوام بچه دار بشیم، من شاید بخوام اصلا تو خونه بمونم، نرم سر کار. گفتم خیلی خوب، یکی یه سال، دو سال، سه سال شما تو خونه میمونین، درآمد 120,000 دلار هم کافیه. و شما در حقیقت اگر که بخواین از همه لحاظ همه چیز تو زندگیتون سیف باشه، ایمنی داشته باشین، امنیت مالی تا این پایه داشته باشین، یعنی به باور من یک کمی خودخواهی بودش که یه کیس خیلی مناسب و خوب رو میگذاره کنار و صرفا به خاطر اینکه درآمدش 120,000 دلار فقط، 120,000 دلار درآمد خوبیه در آمریکا. و حالا این خانم یا این دختر خانم 39 ساله شده، هنوز ازدواج نکرده. خب خیلی روشنه، برای اینکه معیارهاش معیارهای درستی نیستن به باور من. من دیگه 8 سال دارم این کارو انجام میدم و وقتی که یک کسی میاد یه چنین چیزی رو میگه، میدونم که در حقیقت این خانم چه بسا که 10 سال دیگه هم ازدواج نکنه. برای اینکه بهش گفتم باید یه بازنگری در این موضوع بکنین، به دست آوردن همه چیزهای خوب در زندگی یه ریسکایی داره. اگه ما قراره با یه مردی آشنا بشیم، این مرد یه مرد نازنین و بسیار توانا، آگاه، دانا مثل بقیه متقاضیان من، و یه چنین کسی رو رد میکنه بی مورد، صرفا به خاطر این معیارهای هالیوودی، خب در صورت بهتره که این انتظاراتمون رو از مرد بیاریم پایین، از اون مرد، و انتظارات مالیمون رو اینجا روی سخن من با اون انتظارات مالی هست. همچنین سوم، در سن مناسب ازدواجمون رو انجام بدیم. سن مناسب ازدواج از 23 4 سال آغاز میشه تا 35 سال. این بهترین سنی هم هست که ما میتونیم دارای فرزند بشیم. یعنی قراره که ما تفاوت سنی زیادی با فرزندانمون نداشته باشیم. حالا ممکنه در آینده نزدیک آدم‌ها وقتی 100 سال عمر میکنن، 120 سال، 130 سال، هنوز در حدود همین 80 سال هستیم. در صورت اون موقع حالا دیگه مهم نیستش که آدم 35 سالش حتما تو 35 سالگی بچه‌شو آورده باشه یا پیش از اون ازدواج کنه، ولی فعلا که اینطوریه، من توصیه میکنم که ازدواجتون رو عقب نندازین، و به ویژه شما دختران و بانوان عزیز ایرانی، برای خاطر دکترا و در گرفتن فوق لیسانس دوم یا نمیدونم این چیزا، ازدواجتون رو عقب نندازین، ازدواجتون رو انجام بدین. شما همیشه میتونین تحصیلاتتون رو بعداً ادامه بدین، هیچگاه برای تحصیلات دیر نیست. تو فرهنگ ما خوشبختانه همیشه گفتیم گهواره تا گور دانش بجوی. پس از اینکه فرزندانتون رو آوردین، میتونین برین تحصیلاتتون رو ادامه بدین. و شما مردان نازنین ایرانی، حالا فکر نکنین که حالا باید نمیدونم درآمد آنچنانی داشته باشین، خونه آنچنانی داشته باشین که بخواید برین دنبال ازدواج. نه، من به باور من هر چی زودتر ازدواجتون رو انجام بدین، این انتظاراتی که دارین اینا در حقیقت اونقدر بالا نمیره که دفعه غیر ممکن بکنه ازدواج رو. جوونا اون انتظارات مادی آنچنانی رو نسبت به هم ندارن و بیشتر حس در حقیقت همکاری و شراکت و اینا در اونا بالاتره به میزانی که ما جوانتر هستیم. پس اینم یکی از اون داستاناست. دیگه چهارم اینه که شما اگر بشینین تو خونه، کسی نمیاد، خب معلومه که ازدواجتون عقب میفته. شما باید فعال باشین، بیرون باشین، در حقیقت دیده بشین، جاهایی برین اسمتون رو بنویسین، برای یه کلاس، برای نمیدونم یه سمینار، برای یه کنفرانس، برای یه سفر، یه تور. شما که در ایران هستین، خب این تورای زیبا هست دوروبر ایران که وقتی من میشنوم واقعا هوس میکنم که هرچی زودتر بیام ایران برم این تورا رو بردارم، تورای نمیدونم 2 روزه 3 روزه. اونام یه راههایی هستش که میتونین با افرادی آشنا بشین. در صورت تو خونه نشستن، کسی نمیاد در خونه رو بزنه. امروز روزم دیگه خواستگاری ها به میزان زیادی اومده پایین و خواستگاری های سنتی هم به باور من نتیجه خوبی نمیدن. من میشنوم که برخی از شما که میان در مؤسسه همسرجون نام نویسی میکنین، خواستگاری رفتین، 10 تا خواستگاری رفتین، 20 تا خواستگاری رفتین، رفتین وقت خودتون و فامیلتون گرفته شده، رفتین یه جایی گل خریدین، نمیدونم هدیه خریدین و به جایی نرسیده، برای اینکه پارامترها جور نبودش، اون کسی رو که می‌خواستی نبودش اون شخص، یا شما اون مورد
دلخواه برای اون طرف نبودین. در صورت اینم یه داستان است با خواستگاری ها، ولی کسی نمیاد در خونه رو بزنه بگه که من میخوام با شما آشنا بشم. خیلی کم هست، امکانش هست ولی خیلی پایینه. اما برین در جامعه باشین، با دیگران باشین، شرکت کنین، و به ویژه شمایی که در ایران هستین خب خور امکانات محدود هست دیگه، این راههایی هست که میتونین انجام بدین. دیگه اینکه یه نکته جالب، هدفمند بشین برای ازدواج. یعنی وقتی که تمرکزتون رو بذارین که حالا میخواین یک کسی تو زندگیتون بیاد، زمانی که آدم ها هدفمند میشن، اون مایندستشون، افکار اندیشهشون رو تنظیم میکنن برای این. برام جالبه که بر اتفاق میفته در سرویس من، یکی از شما نازنینا میان ثبت نام میکنین برای اینکه میخواین با عشق و همسفر زندگیتون آشنا بشین، همسر زندگیتون آشنا بشین، بعد دو روز بعد، در حقیقت همین هفته گذشته برای من پیش اومد، آقای با من ثبت نام کرد، بسیار نازنین، و یه چند روز طول کشید تا من براش تو آرشیوم گشتم تا کسی رو براش پیدا کنم، معرفی کنم. خیلی اشتیاق داشت به اینکه هر چه زودتر با کسی آشنا بشه، هدفمند اومده بود و به من گفت خانم زمانی من با یه کسی آشنا شدم، بنابراین بیوگرافیایی رو که فرستادین اصلا باز نکردم. ببینید چقدر این پسر یا این مرد نازنین چقدر تابع اخلاق بود. گفت حتی این بیوگرافی ها رو باز نکردم، یعنی من حرفش رو باور کردم، چون در همین 3-4 روز گذشته من کسی رو میشناختم که اون موقع نمیدیدمش، الان مثل این که اومدم ثبت نام کردم چشمام باز شد، هدفمند شدم. یه دفعه دیدم یه کیس بسیار مناسب همین بغل گوشمه و تا حالا ندیده بودمش، باهاش آشنا شدم. و چون ما قبلا همدیگر رو میشناختیم، یه احساسی اونجا بود، حالا میخوام روی این کیس کار کنم و نمیخوام که در حقیقت با آشنایی با موردهای دیگه‌ای این رو دچار اختلال بکنم. و بسیار قشنگ بودش، منم گفتم گود لاک، برای شما آرزوی خوشبختی دارم، امیدوارم که کارتون به جای خوب برسه. خب در صورت اینم، وقتی که آدم ها هدفمند میشن و میرن دنبال ازدواج، دنبال پیدا کردن یار و همسر و همسفر، این اتفاق میفته. موضوع اینه که ما بتونیم افکار و اندیشمون رو روی این موضوع تمرکز بدیم. و بدونین این رو عزیزان من، اگر که شما خودتون این باور رو دارین که کسی تو زندگیتون نمیاد، نمیاد. همه چیز در افکار و اندیشه ماست، همه چیز در خود ما میگذره. اگه این باور رو داشته باشیم که میاد، حالا میخوایم بریم دنبالش، حالا میخوایم که حتما اتفاق بیفته، اتفاق میفته. اصلا شک نکنین، من این رو بارها تجربه کردم تو سرویسم و دیدم که آدم ها حتی گاهی به من میگن که شما بخت منو باز کردین. خیلی جالبه. به هر روی، برای اینکه با همسفر و عشق و همسر زندگیتون آشنا بشین، نیمه گمشدتون، بیاین در مؤسسه همسرجون ثبت نام کنین. من اینجا هستم که به شما کمک کنم با اون شخص آشنا بشین، هر جا که باشین. حالا یا مشغله کاری زیادی دارین، یا در ایرانی ها نزدیکتون نیستن، همسر ایرانی میخواین، میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. به باور من همسر ایرانی بهترینه. حالا درسته برخی از ایرانی ها میرن همسر خارجی اختیار میکنن، مسئله ای نیست، اما تفاوت های فرهنگی میتونن باعث دردسر و مشکل بشن، به ویژه کسی که موسیقی ایرانی رو خیلی دوست داره، غذاهای ایرانی رو خیلی دوست داره، ادبیات ایران رو دوست داره، با حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی و بقیه زندگی میکنه مثل خود من. بنابراین ما نمیتونیم اینا رو با یه خارجی شیر بکنیم، اصلا نمیشه. به هر روی، اون همسر ایرانیتون در اینجاست، خوشحال میشم کمکتون کنم که با این شخص آشنا بشین. آرشیو من شماره زیادی ایرانیان ناب و شایسته و همه چی تموم، و به ویژه زنانی که به سرویس همسرجون میان، کسانی هستن که نجابت دارن، زنانی هستن که دوست ندارن از این شاخه به اون شاخه بپرن که با مردای زیادی باشن، کسانی هستن که برای خودشون ارزش میگذارن و دوست دارن یه رابطه وارد یه رابطه‌ای بشن که درش تعهد متقابل هست و یه رابطه ماندنی و ماندگار. این انسان‌ها، این ایرانیان و این آدم‌ها به مؤسسه همسرجون میان و من خوشحالم که با یه چنین افرادی کار میکنم. خب پس اینجا بیاین، عشق و همسر و همسفر زندگیتون در مؤسسه همسرجون هست.
شما رو به خداوند بزرگ ایران میسپارم. دوستتون دارم. کالای ایرانی بخریم که از همه چیز بهتره، برای اینکه اقتصاد ایران رو باید کمک کنیم. خدا نگهدارتون.